adam hasbi bede barcionem. بانوی بزرگ البته شما سرورم. پس اگر من فرمان میدم چرا فرمان نبردی؟ لطف و اغماز بیشتر برازنده خلیفه جوان است. من خواستم شما را بیدار کند. که اینطور؟ اما از شما بعید است بانوی بزرگ. مگر نمیدانستید من تا نیمه شب بیدار بودم؟ من خسته و کسل هستم، آیا نباید استراحت کنم؟ شما میخواهید مرا شما مرا چه خطاب کردید؟ تعجب نکنید، آنچه در انتظارش بودید نصیبتان شده. اکنون این شمایید که امیر مؤمنان و خلیفه جهان اسلامید. بار این مسئولیت بر دوش شماست. پس پدرم، عمرت دراز باد فرزندم. او اکنون در جوار رحمت حق آرمیده. آمدی فصل؟ میدانی چه شده؟ پدرم از این دنیا رفته است. آرام باشید امیرزاده، آرام باشید. این نعمتی است که همه ما دیر یا زود از آن برخوردار خواهیم شد. ملک الموت هیچ بنده ای را جز به اذن پروردگار به سرای باقی رهنمون نمی شود و هر آنچه به اذن پروردگار است بیشک خیر و سعادت در آن است. آیا رواست به خاطر آنچه که خداوند برای بندگانش مقرر فرموده مویه کنیم و بیتابی نشان دهیم؟ بهتر است زاری در پی رفتگان را به زنان واگذاریم و خود چون مردانی دردمند و متحمل به تحقق آرزوهای آن خلیفه بزرگوار بیندیشیم. نه
ربی کجاست؟ فضل ابن ربی؟ فضل ابن ربی علی رغم تمام وصایای هارون بزرگ با عده‌ای از سپاهیان و سرداران به جانب بغداد روان شد تا به امین بپیوند. و ما هم شب و روز اسب تاختیم تا خود را به سرورمان عبدالله مأمون برسانیم و او را از خیانت ابن ربی آگاه سازیم. ما فلفور به جانب مرو به راه افتادیم تا ضمن ادای تسلیت به امیرزاده بزرگوار او را از ماوقع آگاه سازیم. در بین راه خبردار شدیم که امیرزاده به جانب سمرقند در حرکت هستند. این بود که ما هم بسیار خوب، بهتر از فردا در این باره صحبت کنیم. امیرزاده اکنون سخت غمزده است و سوگوار مرگ پدر، گمان نکنم طاقت شنیدن داشته باشد. نکته ای مرا سخت متعجب کرده است. آیا امکان نداشت به گونه دیگر این خبر را به امیرزاده برسانید؟ به یاد ندارم هیچ فرزندی این چنین از مرگ پدرش باخبر شده باشد. میبینید که چگونه برآشفته است. ما چاره ای نداشتیم فضل، باید سرورمان عبدالله را از خیانت ابن ربی آگاه می ساختیم. می توانستید قاصدی به جانب من گسیل دارید و ماجرا را با من در میان بگذارید. با تو؟ هارون پدر تو نبود فضل و وصیتی در مورد تو به ما نکرده بود. اون چه ما کردیم تکلیفی بود که بر ذمه خویش احساس. پدر من نبود؟ آیا خلیفه پدر همه مسلمین نیست؟ تو منظور ما را خوب میفهمی فضل. شما هم منظور مرا خوب میفهمید. بگذاریم، برای گفتگو وقت بسیار است، چیزی به سحر نمونده. برویم و خود را برای نماز صبح آماده کنیم. به همه سربازان بگویید که در وقت نماز دست دعا و نیایش برای آمرزش روح خلیفه مغفور با آسمان بردارند. بهتر است به درون خیمه بازگردید. نگاه کن چگونه دست در گردن مأمون انداخته و در گوش او زمزمه می کنند. الله که خونم به جوش آمده، حضور ما را با قاتلان مقایسه کرد. پریشانی مأمون را به ما نسبت داد. می گفت باید قاصدی برای من می فرستادید. مردک خود را جانشین خلیفه می داند. فعلا وقت نماز است. بیرون. خب حال تنها شدیم و می توانیم حرف هایی بزنیم که گوش هیچ نامحرمی طاقت شنیدنش را نداشته باشد. امیرزاده، امیرزاده، من میدانم که این لحظه یکی از سخت‌ترین لحظات زندگی شماست، لحظه‌ای که مطمئنم تا آخرین دم حیات از خاطرتان محو نخواهد شد. به همین دلیل اجازه می‌خواهم یک بار برای همیشه بی هیچ تشریفات و بدون هیچ تکلفی با شما گفتگو کنم و از مکنونات قلبی خود و شما سخن به میان آورم. پدر، میدانید
در این فکر بودم که شما این مدت بیرون خیمه به چه می اندیشیدید؟ به چه؟ این چه سوالیست؟ به مرگ پدرم درست میگویید. باید چنین باشد، ولی به یاد ندارم خبر مرگ یحیی برمکی شما را این چنین آشفته ساخته باشد. مرگ یحیی برمکی؟ یحیی برمکی، نمیفهمم چه میخواهی بگویی؟ میخواهم بگویم که پدر واقعی شما یحیی بود نه هارون. مسترب نشوید امیرزاده، شما از صلب هارون زاده شده اید، در این شکی نیست، ولی انس شما به یحیی ده ها مرتبه بیش از هارون بود، چون بر روی زانوان او بزرگ شده اید، از او آموخته اید و سالها هم نفس او بوده اید. با این همه من با چشمان خیش دیدم که مرگ دردناک یحیی را حقیقتی گریز ناپذیر تلقی کردید و کوچکترین نمی بر چشمانتان ظاهر نشد، و مطمئنم مرگ من نیز تزلزلی در شما به وجود نخواهد آورد، گرچه از محبتتان نسبت به این بنده حقیر بی خبر نیستم. من احساسات و عواطف شما را خوب می شناسم. این مرگ هارون نیست که شما را پریشان ساخته. بگویید به چه می اندیشیدید؟ آیا این خلافت آینده ممالک اسلامی نیست که این گونه ذهن شما را به خود مشغول داشته؟ فصل، راحتم بگذار. در گذشته پدرم آنچنان مرا دگرگون ساخته. به خودتان دروغ نگویید امیرزاده. من روح شما را خوب میشناسم. شما کسی نیستید که اجازه دهید حقی از شما پایمال گردد و آنچه متعلق به شماست به دیگری واگذار شود. آیا اکنون وقت این گونه سخنان است؟ آری، وقتش درست همین لحظه است. آیا شما بیرون خیمه به این فکر نمی کردید که حال با برادرتان چه کنید و چگونه فرمان روایی او را تحمل نمایید؟ نه! آیا به بنی عباس فکر نمی کردید؟ به این که بدون شک ایشان لحظه‌ای در حمایت از امین به خود تردید راه نمی دند و او را بر شما مقدم می شمارند؟ نه! آیا خاتون بزرگ زبیده مادر امین با تمام جلال و شکوه و اعتبارش در نظر شما مجسم نبود؟ فاز تنهایم بگذار. آیا به مادرتان مراجل آن کنیز مطبخی فکر نمی کردید و او را با زبیده مقایسه نمی نمودید؟ والله که هم اکنون از زندگی خلاصت می کنم. آری می توانید، مطمئنم که می توانید. خواستهای شما چنان وجودتان را تسخیر کرده که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند شما را از دستیابی به آن باز دارد. نه زندگی من، نه مرگ هارون، نه اصل و نسب امین، نه قدرت زبیده و نه حمایت بنی عباس، هیچ کدام. از یحیی شنیدم شبی که هادی عباسی مرد و هارون به تخت نشست شما به دنیا آمدید، درست در همان شب. چرا؟ سرنوشت است. خلیفه‌ای میمیرد، خلیفه‌ای بر مسند تکه میزند و خلیفه‌ای زاده میشود. آری، شما با خلافت زاده شده اید و گریزی از آن ندارید. شما آن چیزی را میخواهید که در سرنوشت شماست. حکومت میخواهید بی هیچ مدعی، تمام و کمال، و برای دستیابی به آن از هیچ عملی روی گردان نیستید. تا به چنگ نیاورید لحظه روی آرامش نخواهید دید. از به خودتان دروغ نگوید.
دست نمی آورم، به دست نمی آورم. هرگز اون روز را نخواهم دید. چرا؟ خواهید دید، من مطمئنم. هیچ کس شایسته‌تر از شما برای احراز این مقام نیست. شما واجد تمام خصوصیات یک خلیفه بزرگ با شکوه و قدرتمند هستید و مسلماً دیری نخواهد پایید که به تمام آرزوهایتان دست خواهید یافت و من تا آن لحظه موعود پیوسته در کنارتان خواهم بود. هنوز درون خیمه است. در این فکرم که شاید بهتر بود دست از پافشاری بر سر مسایای هارون بر می داشتیم و همراه فضل ابن ربی به بغداد می رفتیم. در آن صورت مسلمان می توانستیم از حمایت امین برخوردار شد. همان گونه که اینجا از حمایت مأمون برخوردار شدی. نه برادر، مشکل ما امین یا مأمون نیست. مشکل ما این است که بین دو عقرب جرار، فضل ابن سهل و فضل ابن ربیع گرفتار آمدیم. هر کدام که نزدیک شویم با نیش زهرآگین و مرگبار آن روبرو خواهیم شد. پس چه باید بکنیم؟ از نیش آن عقرب گریخته ایم. اکنون چاره‌ای نداریم جز این که خود را از نیش این یکی در امان نگه داریم. جلوتر. گوش کنید مردم، این مرد برای شما خبر مهم می آورده است. خوب گوش کنید. بگو حاکم، آنچه برای ما نقل کردی برای این مردم هم بازگو کن. مگر نمیبینی که سخت مشتاقند؟ بگو. دیشب حاسد خبر آورد که بلندتر. نمیشنوند. بلند بگو. دیشب حاسدی خبر آورد که هارون الرشید امیر المؤمنین. چه گفتی؟ گفتم هارون الرشید. نه، بعدش چه گفتی؟ هیچ. خب ادامه بده، حتما من اشتباه شنیدم. بگو. دیشب قاصدی خبر آورد که هارون الرشید به سرای باقی شدافته. مگر نشنیدید او چه گفت مردم؟ او گفت قاصدی خبر آورده است که هارون الرشید آن کافر خبیث نانجیب ملعون به درک واصل شد. تو همین را گفتی مگر نگفتی؟ آره همین را گفتم. و من جعفر ابن اسحاق
در اینجا شهادت میدهم که اگر این مرد در تمام طول عمرش فقط یک کلام حرف راست گفته باشد، همین است و جز این نیست. چون اگر این خبر راست نبود، او چگونه قید امارت این شهر را میزد و این گونه پنهان و هراسان میگریخت؟ هارون مرده! الله که امروز روز موعود است، همان روزی است که مؤمنین سالها منتظرش بودند. هارون مرده، ستون خیمه خاندان عباسی شکست. فرزندان هارون کسانی نیستند که وجود یکدیگر را تحمل کنند. اختلاف و نفاق بینشان مقدر است. یبن رسول الله، شمشیر بردار، پرچم لا اله الا الله را برافراز، شیعیان را رهبری کن و حکومت جدت علی را برقرار ساز. ای پسر اسحاق، درست میگویی. زنگ نفاق شطور ظلم هارونیان را دچار جنون کرده است. وارثان قدرت هارون اکنون در کمین زوال یکدیگر نشستند. اما برادرم، حتی زمزمه قیام شیعیان میتواند این طایفه حریص را یک دست و یک زبان کنند. چه باک، شما بر قلوب امت رسول الله حکومت میکنید. یاران صدیق و از جان گذشته شما از سر اخلاص و ایمان شمشیر میزنند، اما جنود شیطان به خاطر دسترسی به غنایم و پاداش و زر و سیم میجنگند. نتیجه چنین جنگی از پیش معلوم است. والله که درست میگوید. حق با اوست. حق با اوست. گویی صدای ضربان قلبتان را می شنوم که امروز به ضرب ایمان و اخلاص می تپد. ولی از اطمینان به ایمان فردایتان بگویید. فردا پسر اسحاق، صدای تپش این قلب‌های پر اخلاص تا کی بر این رواق می پیچد؟ تا هر زمان که لازم باشد. کردار حکومت بنی عباس جرار است. باکی نیست، ما نمی ترسیم. شجر این طایفه خونخوار است. ما از جان خیش گذشته ایم. همین طور است. هر یک از شما در کومه و کاشان چشم به راهی دارید. جان آنان عزیز است و تیغ این حکومت دین ستیز خونریز. این راهی است که باید تمام دلبستگی ها را بر سر آن نهاد. گوهر ایمان بندگان والای حق تعالی مدام در کوره سختی های ایام گداخته و پرداخته می شود و این اراده خداوند است. عرصه آزمایش الهی است، عرصه محک محکمات اخلاص شماست. آنچه در پیش رو دارید دشت بلا و بعد از آن عزت عرش اعلاست. چه میگویید؟ آیا شیعیان ما برای این آزمایش الهی آمادند؟ یبن رسول الله،
در زمان حسین ابن علی هم مردم سربلند از بوته آزمایش بیرون نیامدند، اما این مسئله باعث نشد که ابا عبدالله از قیام صرف نظر کند. جعفر ابن اسحاق، بر تو چه گذشته است که در این قیاس توانستی نام و یاد آن یگانه را بر زبان آوری؟ خداوند چهره شما را به درخشش ذات یاران حسین ابن علی روشن کند. اما کجاست حبیب ابن مظاهر؟ کجاست خون آن حبیب؟ در رکای کدام یک از شما می جوشد؟ زهیر کجاست؟ چرا برق چشمان مسلم ابن اوسجی را در نگاه شما نمی بینم؟ پسر اسحاق، آن یگانگان اسلام همیشه یگانه می مانند. اگر توانستید در خاطره خونشان نماز شهادت را وضو سازید، به فکر قیام باشید. یابد رسول الله، با حاکم چه کنیم؟ رهایش کنید برود. جواب مردم را چه بدهیم؟ من خود با جماعت صحبت خواهم کرد. برادر حاکم. تو او را کشتی؟ خون بیگناهان دامنش را گرفت. ابن عقیل، تو کجایی؟ امان از دست این دختر. نمیدانی چه کرده. برادر حاکم را کشته و جسدش را به شهر آورده. بیا ببین. باشد باشد، برای بعد. فعلا داخل شو، امام تو را خواسته. امروز اینجا و فردا هر جا که اینجا نیست به نام ما علم قوغا به پا می کنند و امان از خانمان مسلمین می برند. از قول ما بگویید، قوغاییان را از خود دور کنید، بلواییان را به نام و نشان مهجور کنید که حقانیت ولایت را به قوغا حاجت نیست. آن کیست که تیغش از شمشیر علی ابن ابی طالب برنده تر است؟ والله که ولی خدا علی مرتضی در برابر منکرین با جانش ایستاد که با شمشیر نیست. این خون وسیع رسالت بود که می توانست کلمه ولایت را بر آن محراب بنویسد، نه خون خیر منکرین. بر آستان آن نور متعالی، خون علی بهای کلمه ولی. بخوانید آن کلمه را بر آن محراب. شیعیان ما را از زبان ما بگویید، بر این گنبد تنین صدای حسین ابن علی هرگز فروکش نمی کند که
المن ناصر ینصرنی. طریق مسلمانی چنان پیشه کنید که بتوانید مخاطب آن دعوت باشید. از عبادت کوتاهی نکنید، از دردمندان و مستحقان غافل نشوید. این کیسه ها را در اقصا و اقطار اسلام به اهل اعتماد برسانید. صرف نیازمندان است، اما حفظ یتیمان و روشنایی چراغ بخت جوانان را ارجح بشمارید. خداوند پشت و پناه دان. شنیدم قصد سفر داری. با من حرف نزن. برای چه؟ برای اینکه نمیخوام با دختر خیره سری چون تو هم صحبت شم. مگر من چه کردم؟ چه کردی؟ هیچ. هیچ. خوشحالم از اینکه به سفر میروم و دیگر مجبور نیستم پیوسته مراقب جان موجودی چون تو باشم. من از تو چون این درخواستی نکرده بودم. که اگر هم کرده بودی نمیپذیرفتم. من به دستور مولایم این وظیفه را به عهده گرفتم. من میتوانم مراقب جان خیش باشم. میتوانی؟ آری میتوانم. وقتی کشته شدی همین جمله را بر مزارت بازگو خواهم کرد. یا من بر مزار تو؟ من با تو حرفی ندارم. هیچ چیز بدتر از مصاحبت زنی خیره سر و زبان دراز چون تو نیست. حال بگو عازم کجا هستی؟ هستیم. منظورت چیست؟ منظورم این است که راه ما از کدام طرف است؟ راه ما؟ آره راه ما. اگر قرار است هم سفر شویم بهتر است بدانم که کسی چنین قراری گذاشته؟ من؟ تو؟ آره خیال دارم در این سفر تو را همراهی کنم. همراهی کنی؟ آره من عازم خراسانم و شکر خدا به این زودی ها بر نمی کردم. بگذار با تو همراه شوم. مزاحمتی نخواهم داشت. نه. چرا؟ نمیتوانم. کمکت میکنم. چرا متوجه نیستی؟ تو نمیتوانی همراه من بیایی. امکان ندارد. چرا؟ امکان دارد. اگر بخواهم میایم. زن، من و تو غریبه ایم. منظورم این است که با هم نسبتی نداریم. یعنی مثلا تو خواهر من نیستی؟ البته که نیستم. چرا نمیفهمی من چه میگویم؟ من و تو با هم نامحرمیم. خب محرم میشویم. محرم میشویم؟ چگونه؟ من تو را به شوهری خود برمیگزینم. تو مرا برمیگزینی؟ آری. میفهمی چه میگویی؟ آری. آیا تا به حال نشنیده ای که دختری ازدواج کند؟ چرا شنیدم؟ عباسرد میشنه بی چه میگوید؟ آری قصد دارد همسری برای خود انتخاب کند. البته اگر تو راضی نیستی در صورت عباسرد
بر چهره آنان نشانی از اندوه رحلت خلیفه را نمی بینم، فقط لب فرو بسته اند و ما را می نگرند. آری سرور من، جماعت طبعا به هله هله و شادی تمایل دارند. اگر دستور نداده بودم که پاس خاطر شما را بدارند، اکنون هله هله و پای کوبیشان گرد از زمین به آسمان می رسند. هله هله و پای کوبی می کردند؟ آن هم در مرگ پدر من؟ نه، به جهت ورود امیرزاده. هارون اکنون به فراموشی سپرده شده و حال نوبت خوش آمدگویی به فرمان روای جوانبخت است. آیا به راستی چنین است؟ آری، به راستی چنین است. اگر میخواهید لبخندی بزنید و یا دستی حرکت دهید تا ببینید. نه، اکنون صلاح نمیدانم. البته صلاح همان است که شما دریافته اید. وقار فرمان روای جوانبخت این گونه بیشتر در دلها اثر می کند. آیا این بنده را مرخص می فرمایید؟ می خواهی مرا با این تشویش و اضطراب تنها بگذاری؟ خوشحالم که سنگ صبور امیرم. من نیز تاب دوری شما را ندارم. سری به خانه می زنم و تفقدی از عیال می کنم و باز می گردم. هر چه زودتر بازگرد، تنهایی نگرانم می کند. تا گرد راه هستن بزدایید و استراحتی بکنید باز خواهم گشت. در پناه خدا باشید. حال دخترموی ما چطور است؟ به سوی عموی بزرگوار خیش نشستم. چه شده؟ حرف بزن. مطمئنم که در اندوه مرگ هارون نیستی. نمیدانی این چند شب بر من چه گذشته. چنان افکار در هم و مخشوشی بر من هجوم می آورند که خلاصی از دستشان امکان ندارد. تا نمیتوانم یکی را از دیگری باز شناسم. بدتر از همه جرأت نمیکنم هیچ فکری را بر زبانم جاری سازم. حتی در مغز خیش از تکرار آن عاجزم. تمام این مدت آرزو میکردم که ای کاش تو بودی تا سخنم را از دهانم بیرون میکشیدی، برایم معنی میکردی و مثل همیشه مرا در تحقق آرزوهایم یاری مینمودی. آرزوهایت را خوب میشناسم. از پریشانیت بگو. تا هارون زنده بود پیوسته در این وحشت بودم که ممکن است دیر یا زود به سرنوشت برمکیان دچار شوم. اما اکنون که او مرده، گاه فکر میکنم که تا هدفم قدمی بیش نمونده و گاه میاندیشم که راهی بس طولانی در پیش است. به مأمون میاندیشی؟ نه، او سخت به من متکی است و من میتوانم کاری کنم که این وابستگی روز به روز بیشتر شود. نه، نگرانی من از جانب مأمون نیست. پس از جانب امین است. امین؟ جوانک بلحوث بیلیاقت. زبیده؟ زبیده؟ این زن، زنی که در نهایت هوش و ذکاوت است و از قدرت و ثروت بی حدی برخوردار و تمام خاندان عباسی را در پنجه اقتدار خیش دارد. با او چه کنم؟ چگونه او را از سر راه بردارم؟ با خاندان عباسی چه کنم؟ خانواده‌ای که چون گرگ بر تمام ممالک اسلامی پنجه افکنده. گاه می اندیشم
که تمام آرزوهای من پوچ و بیهوده است و من هرگز نمیتوانم شاهد مقصود را در آغوش گیرم. گاه امیدوار میشوم پیروزی و حریکه شاهی را در یک قدمی خیش میبینم. همین تلاطم افکار است که مرا آشفته ساخته، خواب از چشمم رو بوده و اجازه نمیدهد آرامش یابم. نگاه کن. چه کردی؟ خراشی بیش نیست، اما اگر کمی صبر کنی این قطره‌های خون هر لحظه مرا به مرگ نزدیکتر می‌کنند و در نهایت تنها جسم بی جانی از من بر جای خواهد ماند. ضربه‌ای وارد ساز و منتظر باش تا رمق از پیکر خاندان عباسی به در رود و آماده تسخیر تو شود. فضل کجا بودی؟ اکنون مدتی است که منتظرت هستم. به دنبال قاصدان مطمئنی بودم که پیغام امیرزاده را به فضل ابن ربیع برسانند. خب یافتی؟ آری. عمر، رشید. این دو برادر از نزدیکان من هستند. دلاور و شمشیر زن و صاحب هوش و ذکاوت. پیغام امیرزاده را به فضل ابن ربیع و سرداران جمله به جمله به خاطر سپردند. چرا ننوشتی؟ به خاطر اینکه فضل ابن ربیع نتواند از آن به عنوان مدرکی استفاده کند و برادرتان را نسبت به شما بشوراند. ما به وقت نیازمندیم. راست میگویی، اینطور بهتر است. فعلا باید مدارا کنیم. میخواهید بازگو کنند تا شما از مضمون آن مطلع شوید؟ نه، خوب است. مسلما صلاح همان است که تو میگویی. بروند. مواظب خودتان باشید. به سلامت. خب حرف بزن، از شهر بگو، مردم چه میگویند؟ نظرشون در مورد من چگونه است؟ آیا خلافت امین را پذیرفتند؟ آرام باشید امیرزاده، آرام باشید. راه زیادی در پیش داریم و شما به عنوان ناخدای این کشتی طوفان زده باید مشکلات بسیاری را تحمل کنید. پس خون سرد باشید و قدم به قدم و با آرامش کامل به استقبال رویدادهای آینده بروید. شعله‌ای باشید که ذره ذره لهیب می کشد و در نهایت خرمنی را مشتعل می سازد. حال با اجازه شما سری به زندان می زنم. زندان برای چه؟ باید با چند نفر ملاقات کنم و خبر درگذشت هارون بزرگ را به اطلاع ایشان برسانم. شاید بتوانم حمایت ایشان را جلب کنم. حمایت از چه کسی؟ حمایت از شما. از من؟ چند زندانی از من حمایت کنند؟ آنها مردان گردنکش و با نفوذی هستند که در زمان پدرتان به جرم حمایت از خاندان علی به زندان افتادند. من میشناسم؟ گمان نکنم. زندانی زیاد است و شما نمیتوانید و نباید همه را بشناسید. اینجا هستن. بس کن. تعظیم کنید کافرهای خدا نشناس. وزیر اعظم به دیدنتان آمده.
به حال این افتخار نصیب هیچ کس در این زندان نشده است. بلشید. بس کن، بس کن. گیر نگهبانه رو خبر کن. چه پرتاب کردی ها؟ چه پرتاب کردی؟ جواب بدی، پرتاب کردی. بس است. بیرون. ما را تنها بگذار. وزیر اعظم، میخواهم با ایشان خصوصی صحبت کنم. خطرناک است. به من آسیبی نمیرساند. کشتن من برای ایشان سودی ندارد، فقط مرگشان را تسریع میکند. در را ببند. مرا میشناسید؟ نمیشناسیم، نمیخواهیم بشناسیم. نام من فضل ابن سهل است. حال میشناسیم. همون مجوس خود فروخته‌ای که به ظاهر مسلمان شد ولی به جای خدا به شیطان ایمان آورد. من اینجا نیامدم تا نظر شما را درباره خودم بدانم، که البته میدانم، بلکه آمدم تا خبری به شما بدهم. خبرهایت را برای هارون نگهدار تا در قبالش سر و خلعتی بیابی. ما را به خبرهای تو نیاز نیست. راست میگوی، ولی چه کنم که دیگر هارون زنده نیست. تو دروغ میگویی. شما فکر میکنید اگر هارون زنده بود من جرأت داشتم چنین سخنی بگویم و او را مرده به شما را آورم؟ کی مرد؟ اکنون سفت است. خدا لعنتش کند. های هارون مرده. خواهید ما بقیه سخنانم را بشنوید یا نه؟ اگر سخنان این چنین دلچسب داری بگو که باعث مسرت ما می شود.